اینجا برای سوارکاری یه سیمولیشن گذاشتن، بریم ببینیم چه جوریه. یه ماشین پلیس قدیمی برای سال 1950 این شکلی. یه ماشین پلیسه که این شکلی پیش نشست، تجربه راننده پلیس میتونه داشته باشی. عقب ماشین پلیس به عنوان متهم بشه. آقای پلیس به خدا من کار نکنم، رهایم کن. یه ماشین هم اینجا گذاشتن که میتونیم سوارشین، نمیدونم کار میکنه یا نه، و رانندگی کنیم. ماشین پلیس سیمولیشن. اینم یه ماشین پلیس کوچولو که کلام این کار. تخت و جایی که میخوابن و استراحت میکنن پلیس های RCMP یا همون رویال پلیس کانادا. پلیس هایی هم که لباس های مختلف و تو شرایط مختلف انجام وظیفه میکنن. اینجا توضیح میدن که وقتی خلافکار رو میگیرن چه اتفاق میفته و جالبه اینجا ببینین که اثر پا میگیرن به جای اثر انگشت که یا در کنار اثر انگشت اثر پا را میگیره. اثر انگشت پا میگیره و اینا اثر انگشت انبوه گوله ها رو چون میتونیم زیر زردریم ببینیم. برای اینکه پول رو تشخیص بدیم قلابیه یا اصل. خیلی جالبه پول های مختلف رو گذاشتم با ضربه بین که اصلی بودم و فرقی بودم قلابی شد. این قسمت با این رو مثلا از این رو اصلا انگشت نشون میدیم.
مثلا این یه تیکه مونه که اونجا افتاده و وقتی این قسمت رو بذاریم یه سری رده که اونجا ریخته. خیلی جالبه. سلرهای مختلفه و ساده مختلفه که کامل گذاشته اینجا لباساشونه، دستبند، پاوند لباساشون فرق میکنه به خاطر شرایط مختلف آب و هوایی که دارن. پولیس هایی که تو سمت شمال کانادا لباساشون فرق داره، لباس گرمتری داره. خب موزه پلیس کانادا رو هم با هم دیگه دیدیم تو روز هشتم، جای جالب و باحال بود. حالا یه سری توضیحات دادم، یه سریاش اشتباه شاید باشه، یه سریاش درست نباشه، یه سریاش مطمئن نبودم راجع به توضیحات، ولی چیزایی که دیدم و خودم اکسپریانس کردم و سعی کردم براتون توضیح بدم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بریم بقیه جای ریجاینا رو ببینیم. فعلا کانادا با من همراه باشین تا آخرین ویدیو تا بگم چرا قشنگترین، یکی از قشنگترین پارک‌های کانادا. یکی اون زیبایی‌هایی که بهتون گفتم این آبشاریه که می‌بینید. جلوتر بهتون کاملش نشون میدم و پرندگان و حیواناتی که اینجا زندگی می‌کنن. اینجا تو مرکز شهر واقع شده در این نقشه کامل دریاچه زیباه که دور تا دورش جاهای دیدنی باحال داره و قرار امروز با هم دیگه دور این دریاچه زیبا رو پیاده رویم و دونه به دونه زیبایی‌هاشو با هم ببینیم. مسیر کلی این قازا و بچه قازا می‌بینیم که میشینن هر زی دستش میشینن استقرار میکنن، کلی هم هستن همه. این قسمت پارک همون آبشاریه که شش بود، این آبشار کوچیکی که خودشون درست کردن دست سازن. یکی دیگه از زیبایی های این پارک این ساختمونیه که ساختمان پارلمانه.
دقیقا روبروی ساختمان پارلمانشون یه پارک خیلی زیبا هست که خیلی پارک مهمیه براشون، به خاطر اینکه کوین الیزابت دوم اینجا اومده و پارکمونه دو قدم زده. بریم این پارک رو از نزدیک ببینیم. خب این اسبی که میبینین کوین الیزابت روش نشسته، اسب مورد علاقهشه که نژاد اسبش برای ایالت ساسکاچوانه و به خاطر همین مجسمه‌شو اینجا ساخته. بریم بقیه پارک رو بهتون نشون بدم. توضیحاتشه ایشون شخصیه که آقای والتر اسکات، شخصیه که این ساختمان مجلس رو ساخته. یه چیز جالب‌تر که داره تو این پارک پر خرگوشه. همه جاست. یکی دیگه از چیزای جالبی هم که داره شما میتونید آبشاریه که از نزدیک بهتون نشون دادم و شروع پارک بود و یه جزیره کوچیکه که اون گوشه پارک ساخت. این آخرین جایی بودش که توی روز هشتم تو سفرمون تو شهر ریجاینا دیدیم. با هم دیگه گشتیم و چرخیدیم تو این شهر و ساعت تقریبا ببینم چنده، هفته و دیگه جایی رو نمیشه دید. من بعد برم یه جایی رو پیدا کنم، بعد برم ویدیوها رو بفرستم و استراحت کنم که فردا روز نهم رو شروع کنم. پس خدافظی میکنم تو روز هشتم باهاتون و منتظر باشین برای ویدیوهای روز نهم و ادامه سفرم تو روز نهم. بریم که ببینیم چطوری پیش میره.